سرخط خبرها اخراج هزاران زندانی از زندان های ایران زلزله ترکیه کار خودشان است تا زلزله خوی فراموش شود و سگ زنده به هلال احمر ایران شهروند ترکیه‌ای که زیر آوار پنهان شده بود را لو داد سلام بر شما همراهان تلویزیون فارسی دی بی سی با آخرین و واقعی ترین خبرها در خدمت شما هستیم هر سال همزمان با سالروز سقوط حکومت پهلوی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی موسوم به 22 بهمن حکومت ایران ادعا می کند راه های در سراسر سر این کشور برگزار می شود اما با توجه به نارضایتی گسترده مردم و مخالفتشان با جمهوری اسلامی چطور در هر شرایط آب و هوایی این راهپیمایی برگزار می سیاوش ارغوان گزارش می دهد. اینجا ایران است و این مراسم 22 بهمن مراسمی که برخلاف اسمش فقط یک راهپیمایی نیست و در آن مردم به دیگران فحش می‌دهند این مراسم در هر شرایط آب و هوایی برگزار می‌شود و نکته عجیب و مرموز این که در هر فصل و با هر آب و هوایی این راهپیمایی با حضور جمع زیادی از طرفداران حکومت برگزار می‌شود چه 22 بهمنهای زمستان چه 22 بهمنهای بهاری و چه 22 دو دو بهمنهایی که برای استقبال بهتر در تابستان برگزار می شود. با حضور این طرفداران که خود را در لباسها و چهره های گوناگونی استطار کردند. اما در پس این حضور به گفته ی حکومت میلیونی چه چیزی نهفته است؟ دیشب 13 تا ساندیس خوردم ولی هر کاری می کنم حسش نیست از زیر پتو در بیام شما برین توی فراخان شرکت کنید من از همینجا هواتون رو دارم این ساندیس است نوشیدنی مورد علاقه طرفداران حکومت که معمولا در کنار کیک مصرف می شود. اما چرا این نوشیدنی همیشه پای ثابت راهپیمایی های حکومتی است؟ آیا این خاصیت طبیعی این نوشیدنی است؟ قطعا نه که اگر این گونه بود باید در راهپیمایی های ضد حکومتی مخالفان حکومت در خارج از کشور هم جواب میداد. لغو شدن فراخان های معترضان داخلی با بارش یک گرده برف هم نشان میدهد هر ساندیسی این خاصیت را ندارد. آیا ممکن است این نوشیدنی به ظاهر آب میوه در شرایط خاص و زیر نظر حکومت تولید شود؟ به تازگی اسنادی به دست دی بی سی فارسی رسیده که نشان میدهد حجم زیادی از این نوشیدنی ایدئولوژیک و استراتژیک با فرمولاسیون خاصی و در پایگاه های زیرزمینی سپاه تهیه می شود. هنوز ترکیبات این نوشیدنی مرموز به طور کامل مشخص نشده اما وجود ماده ترغیب کننده به حضور در آن حتمی است. چند روز پیش مادر یک پسر جوان به مطب آمد و گفت پسرم امسال برای اولین بار توی همه راهپیمایی ها حاضر میشه حتی با اصرار میخواد ما رو هم ببره وقتی مخفیانه اتاقش رو گشتم زیر تختش چند تا پاکت خالی ساندیس پیدا کردم آزمایش های تکمیلی هم وجود ساندیس در خونه این پسر رو تایید کردن. به نظر میرسد حکومت با تشکیل یک شبکه توضیع گسترده و غیر رسمی در پایگاه های بسیج و رساندن این ترکیب ترقیب کننده در پوشش کیک ساندیس بسیاری از مردم را بدون اینکه بخواهند به صحنه می آورد تا از تصاویر این حضور بهره‌برداری‌های های سیاسی و تبلیغاتی مورد نظرش را بکند. این ترکیب جادویی بلا فاصله بعد از مصرف چنان اختیار فرد مصرف کننده را در دست میگیرد که گویی به آدم دیگری طرفی. سالانه در ایران میلیون ها نفر از شهروندان که با حکومت مخالف هستند و حتی برای مخالفت با حکومت پاکت ساندیس را به جای از اینجا از آنجا باز می کنند هم بعد از نوشیدنش به یک فرمان بردار محض تبدیل می شوند. امسال نیز اخباری مبنی بر توضیع گسترده ترقیب کننده ساندیس به دست تلویزیون فارسی دی رسیده که اثرش را در راه فردا مشاهده خواهید کرد. سیاوش ارغوان، دی سی فارسی. همزمان با 44 مین سالگرد انقلاب 11 فوریه 1979 رسانه های جمهوری اسلامی با استناد به برخی آمارهای بین المللی مدعی هستند این کشور بعد از حکومت پهلوی در بسیاری از شاخص ها نه تنها در مقایسه با عملکرد این حکومت بلکه در مقایسه با سایر کشورها هم پیشرفت داشته برای بررسی صحت این ادعاها گفتگوی داریم با الیاس احتشام رئیس اندیشکده فرهنگ و انسانشناسی از تگزاس آقای احتشام یکی از این آمارها که این رسانه ها بهش استناد کردند آماریه که اخیرا مؤسسه جهانی کانسرن ورلد واید درباره شاخص جهانی گرسنگی در جهان منتشر کرده و مطابق اون ایران در کاهش سوء تغذیه نسبت به کشورهای همچون عربستان، عمان و آرژانتین عملکرد بهتری داشته. حتما شما هم در جریان پوشش این آمار توسط رسانه‌های طرفدار حکومت قرار گرفتید. بله متاسفانه شاهد یک نگاه تکبعدی به آمار بودیم که منجر به نتیجه گیری اشتباه شده بود به نگاه تکبعدی اشاره کردید میشه برای بینندگانمون باز کنید که دقیقا منظورتون چیه؟ متاسفانه در جمع آوری این داده ها توسط مؤسسات بین و مللی به ویژگی های آنتروپولوژیستی و مردم شناسی توجه نشده و رسانه های حکومتی هم با وجود آگاهی از تأثیر این ویژگی بر این رتبه بندی خودشون رو به اون راه زدن می فرمایید ویژگی های انسان شناسی و تفاوت های فرهنگی چطور بر این رتبه بندی اثر گذاشته؟ برای مثال در شاخص گرسنگی ایران با استناد به اینکه رتبهش از عربستان بهتره سعی داره بگه وضعیت بهتری رو از این کشور مرفه و ثروتمند داره حال اینکه همه میدونیم سعودی ها معمولا سیرمونی ندارند و بعد از خوردن یک بره بریون باز هم قابلیت بلعیدن یه شطور رو دارن در واقع این رو نمیشه گرسنگی قلم داد کرد اونها خوش اشتها هستند اما فارغ از مقایسه با عربستان هم باز نباید وضعیت ایران رو در این شاخص خیلی خوب تصور کرد باز هم به دلیل همین تفاوت‌های فرهنگی بله میدونید ایرانی ها خیلی تعارفی هستند حتی اگه گرسنه هم باشن کسی ازشون بپرسه غذا میل دارین میگن نه سیرم حتی اگه سوال کننده یکی از اقوامشون باشه حالا در جمعآوری این آمار پژوهشگر یک غریبه بوده معلومه همه کسانی که ازشون سوال شده میگن سیریم و میل نداریم پس نباید به رتبه خوب ایران نسبت به کشورهای نظیر آرژانتین و عمان در شاخص گرسنگی خیلی توجه کنید ممنونیم از الیاس احتشام رئیس اندیشکده بین‌المللی فرهنگ و انسانشناسی از تگزاس اما یکی از این شاخص که این رسانه ها به آن استناد کردند شاخص افزایش تعداد پزشک است بر اساس این آمار در حالی که در 44 سال گذشته تعداد پزشک ها در کشورهایی مثل آمریکا، چین، ژاپن و فرانسه بین یک و نیم تا دو برابر شده است تعداد پزشکها در ایران پنج برابر شده است در گفتگو با کامیار حلوایی رئیس انستیتوی بهداشت جهانی از لس آنجلس به چرایی افزایش بیقاعده تعداد پزشک ها در جمهوری اسلامی میپردازیم آقای حلوایی در حالی که تعداد پزشک در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نظیر ایالات متحده نهایتا یک و شش دهم برابر شده چرا باید این تعداد در ایران پنج برابر بشه؟ خب من چند عامل رو در این میزان از پزشک پروری در ایران دخیل میدونم اول از همه اینکه جمهوری اسلامی نشون داده ذاتا به شکنجه مردم علاقه داره حتی اگه اونا هیچ کار مغایر با چارچوب های این حکومت انجام ندن خب چه بهتر از شکنجه در پوشش تزریق واکسن و آمپول در حکومت گذشته به خاطر آسایش مردم از شر سوزن و واکسن تعداد کمی پزشک ایرانی و تعداد پزشک هندی در کشور حضور داشتن که اونا هم نهایت ابزارشون یه چوب بستنی بود اما حالا با افزایش تعداد پزشکا و پرستار و بهورزا مردم حتی در دور افتاده ترین مناطق هم از شر سوزن و تیغ جرایی در امان نیستن عوامل دیگر رو هم نام ببرید در حکومت که ایران برخلاف سایر کشورها هر گونه ارتباطی بین نامرما ممنوعه خیلیا برای فرار از این قوانین سختگیرانه سالها درس میخونند تا پزشک بشن چرا که حتی در این قوانین سختگیرانه هم دکتر محرمه پس نباید خیلی حکومت رو در افزایش تعداد پزشکا دخیل دونست این فقط و فقط انگیزه شخصی خود شهروندانه که باس میشه اونا پزشک بشن ممنونم کامیار حلوایی بود از لس آنجلس و چند خبر کوتاه 25 درصد گیلانی ها سلاح حمل می کنند. دبیر فدراسیون شمشیربازی ایران گفت یک چهارم ملی پوشان اسلحه صبر گیلانی هستند. اعتراف حکومت به عقیم سازی مردم دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فعالیت هفت مرکز ناباروری در این استان خبر داد و خانه فلسطینی ها نو می شود با تخریب خانه صد فلسطینی آنها می توانند زندگی در خانه نو را تجربه کنند تبعیض نژادی بین سفید پوستان و سیاه پوست ها در جامعه آمریکا ادعای تکراری است که سالها از سوی سیاهان مطرح می شود در تازه ترین ادعا برخی سیاه پوستان ساکن در آمریکا مدعی شدند ارزیاب های رسمی که وظیفه قیمت گذاری خانه ها را دارند بر روی خانه های با مالکین سیاه پوست قیمت به مراتب کمتری می گذارند. در این رابطه با همکارمان خشایار چوندی در آمریکا گفتگو می‌کنیم خشایار با توجه به اینکه تو خودت در ایالات متحده حضور داری بیشتر در جریان جزئیات قرار داری میخوام که خودت بیشتر توضیح بدی خب بله در مورد اخیری که به اون اشاره کردی جریان از این قراره که یک زوج سیاه پوست مدعی هستن مشخصات و عکس‌های خونه‌شون رو برای ارزیاب فرستادن و اون خونه رو حدود 400 هزار دلار ارزیابی کرده اما بار دوم که عکس‌های خانوادگیشون رو از خونه حذف کردن و نشونه برای اطلاع ارزیاب از سیاه پوست بودن صاحب خونه نبوده ارزیاب 750 هزار دلار روی خونه قیمت گذاشته با خبری شدن این ادعا سیاههای زیادی از داشتن تجربه های مشابه خبر دادن و مدعی شدن این اتفاق یک رویه کلی و تکرار شونده است و یک بار دیگه از تبعیض به گفته اونها نهادینه شده در جامعه آمریکایی بین سیاهها و سفیدها گلایه کرده. این ادعا آیا پاسخی از سوی نهادها و مسئولین داشته؟ بله تا کنون ارگان و سیاستمداران و همچنین شخصیت برجسته فرهنگی و علمی زیادی در جامعه آمریکا به این صحبت ها واکنش نشون دادن شهردار واشنگتن گفته ما در مهمترین شهر آمریکا خیابانی به اسم جان سیاهان مهم است داریم در حالی که حتی در دهکده های این کشور هم خیابون یا حتی کوچه ای به اسم جان سفید پوستان مهم است نداریم این موضوع نشون میده اگر هم تبعیضی در جامعه آمریکایی وجود داشته باشه به نفع سیاهاست رئیس مرکز تقویم نگاری آمریکا هم گفته مهمترین و ترین جمعه به حتی روز آمریکا اسمش جمعه سیاهه و در طرف مقابل حتی یک پنجشنبه معمولی هم به اسم سفیدها نیست خشایار سیاها سیاه ها به عنوان سندی برای اثبات تبعیض به آمار بالای تیراندازی و کشته شدنشون به دست پلیس آمریکا اشاره میکنن یک صاحب نظر حوزه موفقیت اخیرا به این ادعا پاسخ داده که پاسخ منطقی به نظر میرسه ایشون در توییتی با اشاره به اینکه که کسی به قطار ایستاده سنگ نمیزنه برخورد سیولگونه با سیاهان رو نشونه حرکت رو جلوی اونها در جامعه آمریکا دونسته ممنونم از خشایار چوندی خبرنگار دی بی سی در واشنگتن و از سپاس از همراهی شما با این بخش خبری از تلویزیون فارسی دی بی سی.